بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. تر از همه کسانی که کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کرده اند و همچنان با ما هستند تشکر میکنم. اگر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نکردید، لطفا سابسکرایب نمایید و آیکون زنگوله را فشار دهید تا از بلند کردن یا اپلود کردن ویدیوهای آموزشی نو به این چنل یوتیوب با خبر باشه. ویدیوی مورد علاقه تان لایک نموده و اگر می خواهید که ویدیوی مورد علاقه خود را با دیگران شریک بسازید، به شیر بتن کلیک کنید و سافتویر یا مسنجر مورد نظر خود را انتخاب نمایید. اگر می خواهید که لینک ویدیو را کپی کنید، آیکون کپی کلیک کنید و لینک را در مسنجر و سایر مانند مسنجر سافتویر های دیگر روان نمایید. اگر وقت ندارید و می خواهید که این ویدیو را بعدن ببینید، کنید سیف کلیک کنید و بعدن ویدیو را ببینید. من عبدالحبیب یوسفزی در خدمت شما. تست پرمیت رانندگی در کالیفرنیا. سوالات برای تست دانش رانندگی به زبان دری. هر سوال سه جواب یا پاسخ دارد و یک پاسخ در بین آنها درست می باشد. میایم به سوال 31. اگر قصد دارید از وسیله نقلیه یا موتر دیگر عبور کنید یا پیش شوید، شما باید فرض کنید راننده دیگری به شما جای می دهد. اگر اشاره موتر خود را روشن کنید، تصور نکنید که راننده دیگر جای یا فاصله خالی را برای شما ایجاد می کند که تا شما با خط خود بازگردید. فرض کنید راننده دیگر سرعت خود را کنترل می کند. جواب درست است، تصور نکنید که راننده دیگر جای یا فاصله خالی را برای شما ایجاد می کند تا شما با خط یا لاین خود بازگردید. میایم به تشریح. حتی زمانی که اشاره خود را روشن کنید، نباید تصور کنید که راننده دیگر به شما در لاین جای خواهد داد و اینکه راننده دیگر با شما حق خود را تقدیم خواهد کرد. یعنی او در لاین خود روان است و سلو میشه یا قرار آهسته میشه و به شما جای میدهد. این از هیچ وقت از دریور دیگر این توقع را نداشته باشین که بر شما جای خواهد داد و یا را خواهد داد. یک موتر کلان یا لاری در پیشروی شما در حرکت است و در دو لاین جاده به سمت راست دور می خورد. یک موتر کلان یا لاری ممکن است فاصله زیاد را بگیرد تا به طور کامل دور بخورد. ممکن است که در دور خوردن را در یک از دو لاین کند یا کامل سازد. هنگام گردش باید همیشه در لاین سمت راست باشد. سوال درست است، ممکن است فاصله زیاد را بگیرد تا به طور کامل دور بخورد. من به تشریح. وقتی یک موتر کلان یا لاری دور می خورد، تایرهای پشت سر نسبت به تایرهای پیش رو کوتاه‌تر دور می خورد. تفاوت موترهای کلان و خرد همین است که موترهای کوچک به طور کوتاه مکمل دور می خورد و موترهای کلان به جای یا فاصله بیشتر ضرورت دارد. ممکن است که در دو لاین جاده دور بخورد. همیشه قبل از عبور از خطوط راه آهن ریل توقف کنید. زمانی که در شهرها یا شهرک به شکل مکرر ریل عبور می کند، اگر دو یا چند کودک کوچک را در موتر سواری حمل می کنید،
یعنی دو کوچک در موتر امروی شما شیشته و یک جای در حال حرکت هستند. در طرف دیگر جای برای عبور کامل از مسیر وجود ندارد، یعنی شما از این راه اهم تیر میشید و در سرک مقابل یا از راه اهم او طرف تر شما جای کافی ندارد. سوال درست است. در طرف دیگر جای برای عبور کامل از مسیر وجود ندارد. من به تشریح، شما باید توقع آمدن ریل را در هر مسیر و در هر زمان داشته باشید. اگر در سوی دیگر برای موتر شما جای مناسب نباشد، شما باید هیچ وقت در راه آهن ریل توقف نکنید. سوال 34، شما باید از هرند موتر خود استفاده کنید زمانی که موتر دیگر در راه شما است. در جلوگیری از برخورد یا حادثه کمک می کند. راننده دیگر اشتباه کند. سوال درست است. در جلوگیری از برخورد یا حادثه کمک می کند. تشریح، شما در هنگام از هرند موترتان استفاده کرده می توانید که از حادثه یا برخورد جلوگیری می شود. دیگر در هیچ زمان از هرند زدن موترتان استفاده کرده نمی توانید. سوال 35، اگر آهسته از جریان ترافیک رانندگی کنید و احتمال زیاد به خاطر مزاحمت به ترافیک دیگر ممکن شما جریمه شوید. شما ممکن جریان ترافیک را خوب کنید. شما ممکن تاکتیک های دفاعی رانندگی را نشان دهید. جواب درست است. به خاطر مزاحمت و ترافیک دیگر ممکن شما جریمه شوید. من با تشریح، وقتی بیروبار زیاد ترافیک باشد و یا آب و هوا خراب باشد، شما باید آهسته تر از حد معمول رانندگی کنید و در غیر آن رانندگی بسیار آهسته که سبب مزاحمت به ترافیک دیگر شود، شما ممکن از طرف پلیس تیکت جریمه دریافت کنید و یا جریمه شوید. سوال 36، هنگام تبدیل لین در آزاد راه یعنی فریوی، شما باید حداقل 5 ثانیه بیشتر سیگنال دهید یا اشاره موتر خود را روشن کنید. آهسته شوید قبل از این که لاین را تغییر دهید. فرض کنید که شما جای کافی در لاین دیگر دارید. اگر قبل از تبدیل لاین اشاره خود را روشن کنید. سوال درست است. حداقل 5 ثانیه بیشتر سیگنال دهید یا اشاره موتر خود را روشن کنید. من با تشریح، حداقل 5 ثانیه قبل از تبدیل کردن لاین و یا خط در یک آزاد راه اشاره خود را روشن کنید. همیشه در هنگام درخوردن به سمت چپ یا راست، تغییر لاین، کاهش سرعت یا توقف اشاره موتر خود را روشن کنید تا سایر رانندگان، موتورسیکل سواران، بایسکل سواران و عابران پیاده از نیت شما مطلع شوند. سوال 37، فاصله بیشتر را در پیش روی تان داشته باشید. هنگامی که پشت سر موترسایکل رانندگی می کنید، استیشن واگن رانندگی می کنید، وسیله نقل مسافربری رانندگی می کنید. سوال درست است. موترسایکل رانندگی می کنید. میان با تشریح، هنگامی که پشت موترسیکلت رانندگی میکنید، فاصله اضافی را در پیش روی تان در نظر بگیرید. موترسیکل ها سریعتر از سایر وسایل نقلیه توقف میکنند، یعنی بریک زودتر میگیرد. و همچنان به یاد داشته باشید که
موتورسایکل ها در شب به سختی دیده می شود، زیرا فقط یک چراغ عقب دارند. بیایم به سوال 38 شما باید مدرک بیمه را به تطبیق کننده قانون نشان دهید. فقط در صورتی که درگیر تصادف یا حادثه باشد. اگر درگیر یک برخورد یا حادثه باشد یا برای تکیت جرمه متوقف شوید. فقط در صورتی که به تکیت جرمه متوقف شوید. سوال درست است، اگر درگیر یک برخورد یا حادثه باشد که حادثه باشد یا برای تکیت جرمه متوقف شوید. میایم به تشریح. هر زمانی که در کالیفرنیا رانندگی میکنید شما باید سند بیمه، لایسنس و رجستریشن خود را همراه خود داشته باشید. در صورت درخواست به افسر پلیس یا تطبیق کننده قانون نشان دهید. سوال 39، اگر در منطقه که 55 مایل در ساعت سرعت تعیین شده باشد و شما با سرعت 55 مایل در ساعت رانندگی کنید، با شما تکت سرعت بیشتر داده خواهد شد. تحت هیچ شرایطی نه، چون شما در سرعت قانونی رانندگی می کنید. اگر جاده یا شرایط آب و هوا نیاز به سرعت کمتر دارد، فقط اگر به یک گولایی منحنی در جاده نزدیک می شود. سوال درست است، اگر جاده یا شرایط آب و هوا نیاز به سرعت کمتر دارد. من به تشریح، قانون اساسی سرعت قانون کالیفرنیا می گوید که شما هرگز نباید سریعتر رانندگی کنید که در شرایط فعلی به شما به خطر نباشد. حتی اگر سرعت شما کمتر از حد پست شده باشد، شما در حالت آب و هوای خراب، سرک یا جاده خراب تکت جرمه دریافت خواهد کرده. میایم با سوال 40، رانندگی با ظروف مشروبات الکلی که باز شده باشد قانونی است؟ تنها در صورتی که ظروف در زیر سیتی پی شروع باشد، در بخش دستکش یا سویج بورد باشد، تول باکس عقب موتر یا داله باشد. سوال درست است، تول باکس عقب موتر یا داله باشد. مهم به تشریح، هر ظروف باز شده مشروبات الکلی باید در تول باکس عقب موتر یا داله نگهداری شود، نه در جای دیگر که قابل دسترسی باشد. با عرضه موافقت تشکر از این که تا حالا امرای من بودید.